سیومین روز اردیبهشت ماه برابر با 20 می سال 1177 خورشیدی برابر با 1799 میلادی، زادروز اونور دو بالزاک، روزنامه‌نگار و نویسنده مشهور فرانسوی. بالزاک را پیشوای مکتب رئالیسم اجتماعی در ادبیات می‌دانند. او با مجموعه‌ای از حدود 90 رمان و داستان کوتاه که خودش نام کمدی انسانی بر آن نهاده، سعی دارد تا آینه ای از جامعه فرانسه روزگار خود باشد. توصیفات دقیق و گیرا از فضای حوادث و تحلیل نازک بینانه روحیات شخصیت‌های داستان، بالزاک را به یکی از شناخته شده ترین و تأثیر گذار ترین رمان نویسان دو قرن اخیر تبدیل کرده است. سال 1252 خورشیدی برابر با 1873 میلادی، ساخت پارچه و لباس معروف به بلوجین که یکی از مهمترین تولیدات صنعت پوشاک آمریکا به شمار می آید، توسط جاکوب دیویس و لوی استروس به ثبت رسید. این دو توانستند با استفاده از پارچه کتانی، ریتان و نوعی پرچه فلزی، مردمی ترین پوشاک جهان را تولید کنند که در ابتدا به لباس کار مشهور شد. سالها قبل خیاطی به نام جاکوب دیویس که در ایالت نوادای آمریکا زندگی می کرد، از پاره شدن مداوم جیب شلوار یکی از مشتریانش به تنگ آمده بود. پس تصمیم گرفت برای دوام بیشتر شلوارهای این مشتری از نوعی پرچه فلزی در نقاطی از شلوار که بیشتر پاره می شدند استفاده کند. مشتریان جاکوب خیلی سریع از این شلوارهای پرچدار استقبال نمودند و او که از دزدیده شدن ایدهش نگران شده بود، تصمیم گرفت حق امتیاز این ایده را به ثبت برساند. اما از آنجایی که برای کارهای اداری ثبت این ایده نیاز به داشتن سرمایه‌ای در حدود 68 دلار بود، بران شد تا با لوی استراوس که یکی از موفق ترین تاجران پارچه شهر سان فرانسیسکو به شمار می آمد و جاکوب همیشه پارچه های مورد نیازش را از او خریداری می کرد، مراجعه کند. پیشنهاد همکاری جاکوب مورد موافقت استراوس قرار گرفت و حق امتیاز این کار به نام هر دو نفر به ثبت رسید و در مدت زمان کوتاهی اغلب کارگران از این شلوارهای جدید به جای شلوارهای قدیمی استفاده کردند. با محبوب شدن هرچه بیشتر این شلوارها و پس از آنکه مردم به صورت خودجوش لغت لیوایز را برای این شلوارها به کار بردند، شرکت لوی استراوس نیز این لغت را به عنوان علامت تجاریش برگزید، علامت تجاری که امروزه در زمره مشهورترین مارک های شلوار لی به شمار می آید. سال 1342 خورشیدی برابر با 1963 میلادی، کنفرانس تاریخی سازمان وحدت کشورهای آفریقایی در آدیس آبابا به منظور تشکیل سازمانی منطقه‌ای در قاره آفریقا، کنفرانس تاریخی سازمان وحدت آفریقا در آدیس آبابا پایتخت اتیوپی آغاز شد و مقدمات تشکیل این سازمان در 25 می آن سال فراهم آمد. این سازمان با هدف توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین کشورهای آفریقایی به وجود آمد و اقداماتی در جهت مبارزه با بقایای استعمار در آفریقا و میانجیگری در حل اختلافات کشورهای عضو به عمل آورد.